شما که گوشتان در برابر داستان ما این همه دیر باور است، کمی بنشینید تا یک بار دیگر بگوییم در این دو شب چه دیده. باد توبه بمیوزید، بادی که دریا را توبه میدهد تا موجهای بلند و سیاهش را بر سر ماهیگیران نکوبد، دریا را قسم میدهد که آرام بگیرد. دایره سرها، سرهای غریبه و آشنا، تاریک روشن صورتها، صورتهای گر گرفته از گرمای آتش، نه آتشی. به خانه ام آمدی، خودم را آراسته بودم، گفتی چقدر زیبا شدی، گفتی این لباس نارنجی به تو میآید، گفتم سوغات دوست صورتی است، گفتی مگر رفته بود سفر؟ داستان مانا مانه مهربان بود. من این داستان رو خیلی دوست دارم و خیلی این داستان رو دوست دارم. اونی رو هم که به خاطرش این داستان رو نوشتم هنوز خیلی دوست دارم. آره. داستان شور شور شورانگیز یکی از داستان‌های کتاب شب‌های شورانگیز. من سال 1360 یک سال شبکار بودم توی بیمارستانی و اونجا مجروحین جنگی زیادی می اومدن. بخشی از بیمارستان دیگه شده بود مخصوص مجروحین جنگی که دائم واقعا آمبولانس آژیر میکشید و میامد. آخرهای شب گاهی وقتا می نشستیم صحبت میکردیم، اونا خاطرات خودشون از جواب و از امام زمان سوار بر اسب و اینا می دیدن. خب از همون موقع شروع کردم نوشتن یادداشت ها و اولین داستان این کتاب در همون سال نوشته شد. مجروح جنگی، اسمش هم مجروح جنگی بود، البته الان به عنوان چرا خاموش بازنویسی شده، کامل شده. یکی از داستانه این مجموعه رو مجله پن ترجمه شده و منتشر کرده، یک شب شورانگیز. حالا من اینو میخونم، بخشی از این داستانو. شور شور شورانگیز. بوی بهار نارنج دستش را توی هوا تکان میدهد. عطر سنگین شکوفه ها انگار دانه های ریز باران روی دستش می نشیند. نفس می کشد عمیق و از همون جا که ایستاده روی ایوان خانه مادری نگاه می کند. فواری حوض همسایه روشن است. از دهان فرشته ترسیده کوریان توی باغچه نشسته آب فواره می زند. کتاب زیر بغل دو دست را دور دهان گرد می کند. آواز قناری سر می دهد. با صدای چکاوکی که از توی خانه همسایه بلند می شود لبخند می زند. چشمانش را می بندد و با صدای پای ترسیده می ایستد. مادر در چارچوب در ساختمان ایستاده. تو تاریکی درس می خونی؟ حفظیه مامان. شیمی که حفظی نیست، دارم فرمولا را حفظ می کنم. گردن مادر دراز می شود مثل گردن زرافه و سرک می کشد توی خانه همسایه که تاریک است حالا و پر از صدایی که هیچ شباهتی به صدای چکاوک ندارد. فرشته از ترس از جای سیمانی خود کنده می شود و شرمسار از عریانی به دنبال چادری مانتوی می گردد. انگار آه فرشته با صدای مادر یکی می شود. صدای گنگ و ترسیده مادر که حالا گردن زرافه وارش را رو به او میچرخاند. تاریک بیاد تو خونه. دست مادر دراز می شود از جای دور، خیلی دور، تا او را بکشاند توی خانه، تا او را جای امن پنهان کند. صدای مادر خفه و ترسیده است. تو این کوچه باغ هزار جور آدم رد میشه. هزار جور آدم، هزار جور صدا. کوچه باغ، کوچه باغ. خیس عرق غلط میزند سر جا، پهلو به پهلو میشود تا بشنود
ادا در میاره و صدای دیگر خودشو به خواب زده. خودشو به خواب نمیزند. حالا بیدار شده با چشمانی بسته و میداند که در خانش کسانی هستند. آدم هایی که حتما از در شیشه ای آمدند. اگر از در پارکینگ می آمدند منشی ساختمان را می دیدند. منشی اگر نمی ترسید از آنها نامشان را می پرسید و اسم رسمشان را، و بعد همسایه ها اگر نمی ترسیدند گردن می کشیدند تا همه چیز را ببینند. همسایه ها هیچ چیز ندیدند. شبها اتاقه که منشی بسته است. منشی فقط روزها آدم را می پاید. شبها آدم برای پاییدن زیاد است. تا توی خانه می آیند. دست های درازی دارند. دست هایی که می تواند از دیوارها بگذرد و تمام سوراخ سنبه های خانه را آنها را بگردد. و چشمان ورقلم می ده و همیشه باز باز. اینه چشم قورباغه. ای وای چه خوب که تنهاست، که هیچ کس کنارش نیست، هیچ مردی، و خجالت نمی تواند توی صورتش چنگ بیندازد. نفسی بلند می آید بدون صدا توی دهانش گرد می شود. پس تنهایی هم می تواند آدمی را خوشحال کند. مثل همیشه به رخت خواب تنهاییش تلخ نگاه نخواهد کرد. بوی کبیر نخواهد شنید. بوی پیری و کپک زندگی. نوک پوتین کسی مثل سوزن در پهلویش فرو می رود. چشم باز می کند. در نور آبی چراغ خواب سه نفر ایستادند. خواب آلود و منگ نگاه می کند. چرا فریاد نمی زند آی دوست آی دوست؟ آخر هیچ دوستی با بیسیم نمی آید. از کجا می دانی که بیسیم دارن؟ معلوم است گوشت نمی شنود. این که خشخش رادیو نیست. هست؟ نه، این روزها دوستی نمی شود. همه چیز نگهبان دارد. دست ها، پاها و کله ها. و آدم ها روز به روز بی دست و پاتر و بی کله تر می شود. چه کسی گزارشش را داده؟ همسایه ها؟ انجمن اسلامی بیمارستان بد حجاب بوده؟ پس چرا تذکر ندادم؟ خواهر حجاب تو کوبنده تر از بلند شد. بلند شود کجا برود؟ این صدا چرا نمیتواند مهربان باشد؟ اینجا زیر نور آبی چراغ خواب. آقای گرامی بی سیمت چرا اینقدر خشخش میکنن؟ و صدای دوم خودتو بپوشون. فکر میکند کاش لامپ اتاقش را عوض نکرده بود. عوض کرده بود. همین امروز سوخت. دم غروب. چه صدای کلفت و تلخی دارد این سومی. چرا دست به دست میکنی؟ نیمخیز میشود توی تخت خواب ملافه را دور خودش میپیچد. همین ملافه را بنداز سرت و بیا بیرون. بیرون؟ کجا؟ نگفتم وقت تلف میکنه؟ پاشو مطل نکن. آخر و اول نداریم. میشه بپرسم این وقت شب؟ ما میپرسیم نه تو. اینجوری زشته. شب نشینه که نمیری. چه صدای تلخی. چه آدم های عبوسی. اما برای چی باید به با اونها برود؟ کجا باید برود؟ خودت رو به نفهمی نزن. خودش رو به نفهمی نمیزند. فقط سر در نمی آورد که این وقت شب چرا باید با ملافه رخت خوابش را راه کند و با کسانی برود که اصلا اونا را نمیشناسد. فکر میکند. فقط حرف نمیزند. چرا معطل میکنی؟ نمیکنن. بلند میگوید بی زحمت دستشویی. سه جفت چشم میچرخند توی چشمانه و صدای یکی بازرسی شده و دیگری بازم یه نگاه. دنبال چه چیزی توی دستشویی او میگردند؟ دستشویی بقید چگار؟ آدم ها برای چه میروند دستشویی؟ چجوری به این برادرها بگوید که شاش دارند؟ گفتن کلمه شاش گناه دارد یا نه؟ شاشیدن چطور؟ شاشیدند. سینش دارد فل شاش را صرف میکنند و توی دل رودش کسانی با پوتین راه میروند. درد میپیشد توی شکمش و فشار میآورد به نشیمنگاه. ذهنش کلمه شاش را راه میکند. ریدن را صرف میکنند. ریدم ریدید ریدند. زبانش دوباره میگوید دل پیچه دارم. دل پیچه.
روی شکمش خم می شود، سعی می کند خودش را سفت بگیرد، اما بیفایده. صدای هولناک و پرصدا غرش کنان از شکمش بیرون می آید. زبانش بسته می ماند، اما ذهنش عاشق صرف افعال است. گوزیدم، گوزیدید، گوزیدند. بدا مطلش نکن، در را نبند. مطل نمی کند. خودش را می اندازد توی مسترا، ملافه نیمی از بدنش را پوشانده و نیم دیگر اوریان. در را نمی بندد. صدا مثل آسمان قرامه می پیشد توی دستشویی. حالا ملافه از روی بدنش پایین سریده و او می داند که هیچ مردی به یک زن گوزو نگاه نمی کند. نفس بلندی می کشد و دلش می خواهد دوباره بتواند با این صدا اونها را از جلوی دستشویی دور کند و یا حتی از این خانه. نه، نمی تواند. و دستشویی اوپن با آشپزخانه اوپن فرق دارد. چه فرقه؟ چراغ روشن کن. یک زور دیگر میزند، شاید دوباره صدایی در کند. بیفایده است. باید چراغ را روشن کند. اول ملافه را روی خودم بکشم یا چراغ را روشن کنم. میلش به بازی میرود. پای شیطنت چراغ را روشن میکند و روی دستشویی خبردار مینشیند تا بدن اوریانش را ببیند. اوریان است یا نیمه اوریان؟ خاموش کن! هر سه با هم فریاد میزنند. پیداست که هنوز زنده هم یا میترسن زنده باشن. باز خم میشود روی خودش و وانمود میکند که دلپیچه امانش را بریده. آخ! از زیر چشم نگاه میکند. سه تا شبه مردد ایستادن و چشمانشان به زمین دوخته شده، اما اوریانی را حس میکند. اوریانی زنی که او باشد. نیمه لبخندی روی لبش مینشیند. خاموش کن. توی این صدا التماس هست و او میخواهد این بازی را ادامه دهد. باز مینالد. آی! یکی از آنها پا پیش میگذارد. قدمهایش استوار نیست و دست دراز میکند. تاریک میشود همه جا. کسی با تاریکی شیطنت نمیکند. آفتابه را پر از آب میکند. با دیدن آفتابه اشباح عقب میکشند. ملافر رو خودت بپیش، بیا بیرون. کار دارم. صدای اول. چه کاری؟ تارت، یعنی؟ صدای دوم. خیلی خوب، زود باش. تاریکه، در انتظار اجازه نمیماند. چراغ را روشن میکند. چه میکنی؟ پاهام. شیر آب وان را باز میکند. مجبورم نگاه کنم. شیر دوش را بر می دارد. پاهایش را زیر آب می گیرد. خشخش بی سیم. صدای نفسهای عرصه را می شنود که کمی شتاب گرفته و بعد تک تک سرفه ها. لفتش نده. صدا می لرزد و او دلش می خواهد لفتش بدهد. ملافه را بپیش، دور خودت بیا بیرون. توی این صدای بدبخت کمی جوانی هم است. کمی ترس از گناه، کمی میل به گناه. بیا بیرون. صدای این یکی خشم دارد. خشم از خودش حتما. میخواهد بگوید تو همین دیروز سر کوچه ها دنبال دخترها سوت میکشیدید. نمیگوید. آه میکشد. سه تا مرد در خانه، سه تا جوان این وقت شب، اینجور، نه مثل آدمی زاد. توف. زینش کلمه توف را صرف میکند. توفیدم. توفیدی توفیدند. توی دستشویی توف میکند. آبی به صورتش میزند و مسواکش را بر میدارد. باید مسواک بزند. مسواکش را باید با خودش ببرد. میگر کجا بایی بروی؟ چه کار داری میکنی؟ صدا واداده است. خمیردندان را توف میکند. آبی توی دهانش میچرخاند. سن هنوز خوابالود. توی آینه زیر چشمان پف کردهش دست میکشد. این وقت شب همیشه توی دفتر بخش دو سه تا صندلی کنار هم میگذاشتی و چند ضربه به دیوار. چه میکنی؟ مسواک به دست میآید بیرون. باید برود. باید با مسواک برود. فقط اگر میفهمی چه کسی او را لو داده؟ لو داده ای. لو دادن. مگر تو چه کاره بودی؟ هیچ کاره، واقعا هیچ کاره. فقط شاید یکی از شبها پیش یکی از بیمارها حرفی یا گلایه‌ای. پیش کدام یکی؟ کدام بیمار؟ کدام اتاق؟ جوانها به اون نگاه نمی کنند. چرا دور خودت میچرخی را بیفت؟ صدا خشن نیست. معلومه چرا فکر میکنم صدا خودمانی شده. آخه
میتونم بپرسم برای چی؟ من که من پرستارم، چیزی نیست، فقط یه سال ساده. خودش را به خنگی بزنن، به خنگی مز که انگار نمیداند همه آدم ها فقط به خاطر یک سال ساده رفتن. خب همینجا بپرسید. بیسیم خشخش میکند و بعد صدای شلاقی و نامفهوم شماره میگوید. این شماره مردان ریشو را بی‌حوصله میکند. یادشان آمده انگار که مامورن. را بیفت. یکی با هفتیر راه را به او نشان میدهد. میترسد از هفتیر، از مرد، از مرد بی‌حوصله. اما چه کسی تا به حال با ملافه از خانهش بیرون رفته؟ مانتو، چادر، یک چادر سیاه یادگاری مادرم و فقط یک ثانیه. مانتو را می پوشد بدون اینکه مجالی باشد که دکمه‌های آن را ببندد. چادر را روی سرش می اندازد، بدنش را در آن می پیچد. چادر از روی سرش سر می خورد و با فریاد یکی از آنها وحشت زده به سرش میخ می شود. می چسبد و تکان نمی خورد. را می افتد. آن که بی سیم دارد، بی سیمش را نزدیک دهانش می برد. حرکت تمام.